وقت میخوام برم مسافرت بارون میگیره. و امروز که از ملیم زدم بیرون، هوا افتوبی، خوشگل، زیبا، خورشیدون بالا داشت چشمک میزد برام، هوا بسیار عالی بود. ولی الان نگاه کنید داره بارون میاد تو اتوبان. آخه خدا این درسته؟ آخه این درسته خدایی. امروز خیلی که ما با هم بریم سمت برمن. یه شهر بسیار زیباست. یا اول پس الان طوفان شروع شد. خدا گو خوردم. اعتراض نمی کنم. و آی خدایا واقعا گو خوردم. جلو رو ببینید. لامصب. من جلو بودی که نمیتونم ببینم. الان ماشینم هم این لاینا رو درست نمیتونه پیدا کنه. واقعا هم دید نداره نسبت به جلو. وای باورم نمیشه آفتابم در اومد. آخه این چه ارزشه؟ همین الان آفتابم در اومد، طوفانم داره میاد. یعنی من با هم تا حالا نیده بودم که خداشو گیرم. خدا دمت گرم دیگه. خلاصه قراره تو برمن یکی از دوستای صمیمی رو ببینم به اسم دمون، که حتما باهاش آشنا میشید. شخصیت خیلی باحالی داره. بریم ببینیم که برمن چه جوریه. Let's go. تازه رسیدیم به برمن. تقریبا 3 ساعت اونم تورا بودیم. اون وسط یه خورده بارون قطع شد، ولی تا رسیدیم دوباره بارون شروع شد. الان دوباره چند تا ابر سیاه اومدم، نم داره میاد. همین الانی که دیگه بارون دوباره شروع کنه و شدت بگیره، پس نتیجه میگیریم که برمن هواش تو. دمون چطوری آجی؟ ردیفی؟ دمون یکی از شخصیت هایی که من خیلی دوستش دارم. چند سال آلمانی دمون؟ من اینجا به دنیا اومدم. چند بار ایران رفتی؟ فکر کنم تقریباً 3 بار. 3 بار کجا رفتی تو ایران؟ تهران، اصفهان، کرج. عاشق لهجتم دمون، دمت گرم. خیلی باحال صحبت می‌کنی. هر کی روز اشغال کنیم دمون، هر کی اشغال کنیم. تو برمن چه جای قشنگی داره؟ خب بانوفو فکر کنم تو اشتات. اسکا قطار اصلی. دقیقاً. بریم؟ بریم. برمن چقدر بزرگه لامصب. ببین دمون، یه جای خفنشو بگو ما بریم. همینجا تو بیزا استادیوم. باز خود انگشت دور و انگشتی نکن منو. اینجا خوبه. اینجا باحاله. آره. بریم. بریم. این چیزی که الان جلومونه به نظر دریاست یا رودخونه؟ دریاست. این رودخونه است. فرق دریا و رودخونه چیه دوام؟ می‌بینی؟ چقدر گنده است؟ دقیقاً دریا هم اینقدر گنده است. آها، بعد رودخونه چیه؟ می‌بینی؟ رودخونه است. این چیه رودخونه؟ خب میشه. وایسا رودخونه یعنی رود روی خونه؟ آره، ولی این روش خونه نیستش دیگه. اینجا پارکینگه. ببین رودخونه مثلا همون رودخونه، یعنی فلوس به اون میگن رودخونه که فلوس. جاری پیدا میکنه. آره این پشتم انگار دریا میشه. بابا دریا خیلی بزرگه. اون زنبور رفت. نه زنبوره آقا، داشتم صحبت میکردم یه زنبور اومد تو حلقم. خب دیگه بیبرو داخل دیگه آجی، تعارف نکن. به قرآن زنبورم زنبورای قدیم دیگه، تعارف ندارم، میرن تو صورته. یا بوساست. چاکرم. ماشین رد میشن سلام میکنن. ما رو همه میشناسن دیگه اینجا، درسته؟ بله. برمن آب و هوا سخنی، ولی خب شهر زیبایی. خوشم اومد. تو خوشت اومد؟ آره. دمون بالای ساختمون چی کار میکنی؟ بیگاوه. خب اونجا چی کار میکنی؟ چرا من بالا نیستم؟ نگره به خورا شوخی فارسی هم ولد نیست. دمون یه خیابون دیدیم جد خفن و باریکه، حالت هاگواتس داره، هری پاتر. دمون میدونستی تو ایران از این کوچه ها پره؟ از خانم یاد ایران بود. جای باحالیه. مردن که بودی رو دیواره شاید خفنه. اثری که اینجا میبینید مال این هنرمنده. من تو اینجا رو عنکبوت زدم، به اینا دقت نکنید. مال سال 1866 تا 1935 این هنرمنده اونجا رحمت الهی را به گور بسته دیگه. توازش هم پر پوله. خوشمون اومد. پس برمن شهر قشنگی. بخواه. راست میگه. تو ویترین این مغازه رو ببینید اینجا. منم فکر کردم یه زنه داره کارهای انجام میده. دیمون دهنه سرویس شاید اینجا قشنگه. تا حالا نیومده بود اینجا؟ چرا چند بار رفتم. سه تا دیت اینجا داشتم. جمع شد ردیف. بچه ایران ها قشنگ معلومه. یه نوشیده دیگه هم که معلومه بچه ایرانی موهای سینه‌شه. همه رو زده بیرون. برمن is nice. اینو کوچه قدیمی دیگه هم پیدا کردیم. آقا ما الان بخوایم صبح کنیم، من اینجا جانه میشم که کوچه هاشون رو متاسفانه اندازشون من نساختن. خیلی کوچه. خب بچه ها، بعد از این سکانس ما رفتیم سمت دریای شمال آلمان. اونجا یه دریای خیلی خیلی خفن و مشهوره که جزر و مدش تقریبا 4-5 کیلومتر آب و این ور اون ور میبره، و من اون روز به همین دلیل رفتم اونجا براتون کلی ولاگ گرفتم که متاسفانه تمام ویدیوهایی که توی گوپرون بود همشون پاک شد. فقط چند تا ویدیویی که با گوشی گرفته بودم باقی مونده بود. برید همون ویدیوها رو ببینید و هشتگ بذارید که تو گوپرو بزنن گوپرو رو.
از یک حموم زیبا توی دریا وقت وقت حمام باخن دم دولت آلمان گرم از این حموم گذاشتن. سرده 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 سره ولی واقعا حس خیلی خوبی بود. من دیگه میتونم باز بکشم نفسم دیگه اومدن بیرون. حتی واقعا حس انترتینمنت بهمونده است. زبان تازه یاد گرفتی؟ البته تو این هوا گوساله میره تو آب که ما رفتیم. آره واقعا تجربه خوبی بود. البته اون دو نفر هم که اونجا اونام گوساله چون اینا هم رفتن توی آب. نه بابا آدم نیستن. اینا هم گوساله هم کل آخر رفتم و وقت گذاشتم واسه این ولاگ. تقریبا 900 کیلومتر با ماشین رفتم بین مرز آلمان و هلند تا بتونم براتون از اونجا یه ولاگ خفن بگیرم، چون که یه دریایی داره که جزر و مدش خیلی خفنه. خلاصه که کلی فیلم گرفتم براتون و دیشب برگشتم برلین. تقریبا ساعت 2 شب رسیدم برلین. وقتی که داشتم فایل دوربین رو چک می‌کردم دیدم همه فایل‌ها پریده. تا حالا اینقدر بد زدوال نخورده بودم. الانم ساعت 5 و نیم صبحه. یعنی من تقریبا 2 ساعت خوابیدم. الان دارم میرم سر کار. من عاشق این ساندویچ های دمستوبی هم. آدم فکر میکنه دوباره برگشت ایران داره میره مدرسه با یک برگشتی با تخم مرغ خوشمزه. خب بچه ما بریم کافیمونو بزنیم با ساندویچمونو بخوریم و بعد کار میبینم اتون. Let's go. از بس قدرت هم زیاده که همه پلا اوتوماتیک میرن با قدرت دست ما. یا تو میخوای هول بدم برات بیا بوریا بیا بیا آفرین تو آفرین هیچ کاری نداره. هر پله‌ای که خواسته چا به من نشون بده من خودم همینجوری میکنم اوتوماتیک میره بالا. برو استوب تمام. الان من هم اینجوری بشوشم نصف شوشم کنار توالت ریخت. آخه این چه وضعشه؟ چقدر شما با کلاسید؟ لامپاشون آبی آدم هیچی نمیبینه. من پذیراییم آبیه اینا توالتشون آبیه. بابا دمتون گرم. یه لحظه دستشی میخوام برم. خود تو چی کار میکنی اینجا؟ سرمون هم میخوام باز کنم ببینیم بخش رو آنیم. هرکی نگه وقت مقبول الان هرکی یه نفر بیاد داخل پچماش میریزه. بوری همه چه اوکه؟ کمک میخوای؟ نه من رفتم. چشم عادت کرده بود بود نور آبیه. واقعا گود توالت گود توالت. بوریا چه حسی داشتی؟ یکی تو بود به خودی سه تو سیفون اومد همی علامه اومده. بیبریم داد زدم بخ بخو سری بعد بعد بریم گل توالت ها رو چک کن بریم کسی نباشه. هر کی نگه بخ بخو. این چیه تو پیاده رو کشیدن؟ چقد بی تربیتن تو محلتون. اینجام هست. شخصیت امانگاس کشید. بابا خجالت میکش. این یه چیز دیگه امانگاس بود. تو محله پوریا هستیم. واقعا عملیاشون خیلی بی تربیت و بی فرهنگ و بی شعورن. بی تربیت به انگلیسی چی میشه؟ نو ادیت. نو ادیت ایوریبادی. نو ادیت. برای امروز توی این ویدیو برای تو یه دونه از اینا تست کنیم. اینا یه آبنباتای خاصی هستن که هر کدومشون یه طعم آشغال و دیگه میدن. مثلا یکیش طعم استفراغ میگن. استفراغ استفراغ. همینجور آدمان شما رو مسخره میکنن و آدم اعتماد به نفسش میاد پایین دیگه. حتما اعتماد به نفسم هر روز میره بالاتر. تو اعتماد به سخت داداش. آره بگذار. قراره که با هم بریم این کورسا رو امتحان کنیم. پس برو ببینیم که چجوریه. ببین پوریا یه کاری کنیم. از اونجایی که تو رفیق خوب منی، چه دونه امتحان کن دیگه. من بهت آبنبات میدم. شما خودتون میگید کدوم رفیق میره برای رفیقش آبنبات بیاره. آبنبات آوردم بخوری دیگه. بیا. باشه آن نکن. خدا. خودت ان نکن بودا بکن میدارید بوی چی میده؟ بو خود استفراغ میده. شما فرض کنید که میرید ورزش میکنید بعد میاید خونه شورتتون رو تا یه هفته عوض نمی کنید. دقیقا همون بو رو میده.
طعمای خاصی هم روش هست. یه اوناست که یکیش خوبه یکیش بد. آره. طعمایی که روش نوشته. مثلا این یکی استین باگ روتن اگ ایره اوره. اینو تو بخور. نه چرا اینو بخورم؟ بخور خوشمزه است. بیا تا هم یکی دیگه شو بیار. یکیش خوشمزه است. من اسپویلد میلک رو برمی‌دارم. فکر کنم شیر خراب شده. درسته؟ آره. اسپویلد میلک. بریم ببینیم که چه جوریه. بسا. نمیشه خوردش. به من خوش اومده بود. شوخی میکنی؟ بابا بچه ها یه طعم شیرینی اولش داشت، بعد دقیقا اینگه اون شیر فازه شده بود. اصلا من تو دیدم حالم به هم خورد. خیلی بده. کفک میده. اولش خوشمزه بود من برم. اولش شیرینه. بعد تو سری گاز زدی. من سری گاز زدم. آره. خوشحال بودم. بعد یه گاز عمیق زدم. بریم سراغ طعم بعدی. طعم بعدیمون اسمش نوشته پیچ. یه دو تا سگ اومدن که. آقا پیچ یعنی سر. سنگ بچه هم بچه یعنی هلو، ولی فکر کنم منظورش چیزی دیگه. سنگ کاغذ قیچی. وای سنگ کاغذ قیچی. دهره تو سرویس از کجا فهمیدی دوباره قیچی میارم؟ صد بار باش دیگه سنگ کاغذ قیچی زدم. فهمیده بچه باید ترفن رو عوض کن. ما بریم واسه طعم پیچه شبیه سویا مینه. بخور ببینم چیکار میکنه. شبیه لوبیا میمونه بیشتر. آره بده ببینم. بریم که چی جوریه. واسه اینم سن همون شورته میده که گفتم یه هفته مونده. یا میتونه پیچ باشه هلو، یا میتونه بارف باشه. او بارف یعنی چی؟ استفراغ. وای اینی که تو میخوری یا طعم هلو یا استفراغ. بیچاره ای. مش معلومه استفراغ. گاز بزن. به بوش نیست چون ترکیب شده بود. اوه معده‌ش اومد. معده‌ش بیام تو شانسم. آخه چرا باید طعم استفراغ گیرم بیاد؟ بازم اولا شیرینه، بعد مثلا واردش که میشه انگار مثلا لوله فاضلاب بود گاز زدی. کدومو بریم؟ بده من پشتو بخونم. اینو بریم. رنگش نمیتونم دیگه پوریا. اینو بگی دست. باور کن دهنم بو گرفت. منم بو گرفت. بگی این دستت. رو من توف نکن دیگه. یه سنگ خواست چی کنیم دیگه؟ بریم. بذار بگم اون چیه. اون یا دد فیش ماهی مرده است یا سموتی موز و ایناست. سنگ کاغذ قیچی. بریم. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. شرفندم عوض کردم. حال کردی؟ بکر دوباره. کاغذ میارم. برو ببینم که چه طعمی میده. به جو قشنگو. به ترکو. برو ببینم چیکار می‌کنه پوریا. شانسشو. اسموتیه نه؟ با تو اگه حالت داره به هم میخوره خود چرا تو لحظه آخر داری میجویی؟ من آروم گاز میزنم مثل تو نیستم. بعد یهو ازش اون از من صورتت فهمیدم. من فکر کردم اول خوشت اومد. کاش آب می آوردیم امرامون. من دیگه نمیتونم بخورم. خیلی بد بود طعمش. آقا من یه دونه دیگه هم میخوام امتحان کنم. فقط به عشق پوریا. تو اگه طعم ماهی رو خوردی ببینم اسموتی گیرم هم میاد. البته هنوزم از این رنگ ها هست. یکیشون اسموتیه. چند تاست بخور. امکانش هست بایستا. آره فکر همینو خوردی. اصلا نمیتونم بس کنم طعمشو. خدایش این شرکت اینا رو برای کی داره میزنه؟ خدای به همین مجازات و اینا میسازن اینا رو. تست هم ازش شیرینه بایستا. شرکت تو چه شیرینه. نه طعمش خوبه. این خوبه. آره یه اسموتی موز و ایناست. چون اسموتی زد ترشه. ولی اسموتیش هم طعمش آسراه. شیرینیش بیش از حده و بعد یه ترشی داره که حال آدم رو به هم میزنه. مثلا دهنم طعم استفراغ میده، طعم پشه میده، طعم ماهی میده، طعم همه چی میده. خیلی بله. این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اول پس و شرفم اومد. چکرم همه منو میبینن زنگ میذارن. میبینی فقط دوست دارم برم سمت ماشین آب بخورم. آبم اول نمیخوام بخورم. دهنمو یکم بشورم. آدم سم دارم. وای امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. واقعا اینا خیلی سم بودن. اصلا من فکرش نمی‌کردم اینقدر طعم بده. آخه یکی نیست بهم بگه طعم شب واقعا مثل شبیه استفراغ و این جور چیزا. آخه اینو باید آدم بگیره تست کنه. این برای مجازاتی چیزیه. دقیقاً خوشمزه. دقیقاً من گفتم تستش کنید. خلاصه که بچه‌ها دوستتون دارم. عشق نمندید. عشق بگیرید تو ویدیو دیگه. بای بای. ایران انکه بیا یه فیلم با هم بسازیم. میام یکی جا با هم بسازیم میام.